درود به عزیزان ایرانی در هر جای دنیا که زندگی میکنین، در اروپا، در امریکا و در ایران که از سین ما رو میبینین. امیدوارم که خوش و سلامت باشین، دلتون شاد باشه و دست خدا با تک تک شما یاران باشه. برنامه دیگر اومد به کارگردانی آقای یاسر عزیزم، اومدیم به خدمت شما عزیزان و از شما میخوایم که حقیقتا وقتی برنامه های ما رو میبینین ما رو سپورت بکنین تا کلام خداوندی که وقتی براتون میخونیم حقیقتا رای زندگی براتون باشه و حقیقتا زندگی های همه ما رو عوض بکنم. همینجور که زندگی منو عوض کرد به زندگی خیلی ها رو عوض کرد. خب شما لین عزیز، شما چطوری؟ ما رو خوبین، سرحالین، سرزنده ایستین، خوشگوزر نشیم. یا امیدوارم که هر جای دنیا ایستین، شمالین دونم که در جاهای دنیا در اروپا زندگی کنن، در امریکا ایستین، همه جای ایستین، امیدوارم که هر جای ایستین به سلامت بیسین و دلتون خوش بون و همیشه شمی خوش بگذرد. اینم از شمالی عزیز. خب عزیزان ایرانی، امیدوارم که ما الان تو ماواره هستیم، فکر کنم خیلی الان ما رو میبینن. به خیلی خوشحالم که هر کسی که ما رو میبینه و برنامه های ما رو نگاه میکنه، امیدوارم که از این برنامه استفاده ببره تا حقیقتا وقتی کلام خدا رو میخونیم برای زندگی های همه ما یک درسی باشه و برای زندگی ما رو عوض بکنه، ما رو تبدیل بکنه از این آشوب بازاری که در ایران به زندگی ها همه خراب شده است. امیدوارم که فقط خدا میتونه این زندگی ها رو درست بکنه. بلا در ایران هم مردم خیلی گرفتارن، هم بالاخره دولت خیلی فشار میاره به مردم ایران، به هر حال آشفته بازاره. بذار ما برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت عزیزان. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای یک برنامه دیگر، یک وقت دیگری خداوند که در اختیار من گذاشتی و از این خادم کوچیک استفاده میکنی تا وقتی کلام تو بخونم ای خداوند، قلبا رو آماده بکنی ای خداوند و آبیاری بکنی تا کلام تو وقتی میشنون ای پدر جان، کلام تو برای زندگی هاشون را باشه، به تبدیل زندگی باشه ای خداوند. خداوند شکر میکنم هر چیزی از زبانم بیرون میاد ای خداوند، هر کلمه ای که بیرون میاد نام تو رو جلال بده، هدایت کننده و حمایت کننده برنامه من باشه خداوند. از تو میطلبم در نام پر جلال عیسی مسیح، خداوند کنترل برنامه من در دستای تو باشه. شکر میکنم برای این برنامه، برای این وقت، در نام عیسی مسیح آمین. خب عزیزان، بذار ما هر هفته یه شعری میخونیم برای شما، شعری که خداوند به ما میده ما براتون میخونیم، ولی این هفته متفاوت با همه هفته ها یه شعر چند روز پیش به ذهنم اومد، من گفتم که الاخره نیمه سیاسی و یه چیزایی هست، هرچی به ذهنم اومد گفتم. اسم شعر از ای زاید بیگانه، میگه ای زاید بیگانه رخت ببند از این خانه، چون تو زاید و ریاکاری، هم دزد و خطاکاری، مردم شدن آواره، کشور شده ویرانه، دریای خزر دادی به مردم بیگانه، دریای فارس شده دریای بیگانه، تو مفت خوری حرف زنی مفت، این مردم بیچاره شدن لخت، تا کی به این مردم بیچاره کنی ظلم، تا کی بری پول این مردم خوری مفت، تا کی چپاول کنی زنی زر مفت، میدانی چرا؟ چون در ذات شما از چبابل، خوری مفت، زنی مفت، بری مفت، کشی مفت از این مردم بیچاره ای زاید بیگانه. امیدوارم که خوشتون آمده باشه دیگه، چون دریای خزر، من شمالی هستم، دریای خزرم دادن دیگه، واقعا دل من درد گرفت، چون
رژیم ایران با روسیه، رژیم روسیه با هم الان عقد شدن به قول من که مثلا با هم عروس داماد شدن. سابق روسیه رو کسی اینقدر راه نمیداد، چون قرار که روسیه هر وقتی اومد توی ایران یه چیزی از ما کند. در اهنامه گلستان، در اهنامه در بوستان دیگه، در اهنامه ترکمنچای یه چیزی از ما کند. الان هم که این اهنامه دریای خزر، که دریای خزر ما رو داد امر به بیگانه، ما که 50% داشتیم الان 11% داریم. روسیه هر وقتی به ما چسبید، الان شما تو سوریه دارن جنگ میکنن، مثلا روسیه هم هست، همه خرجار رژیم ایران میده. برایشون هم مهم نیست، برای اینکه پول مال که اینا نیست، پول مال مردم بیچاره است، مردم ایرانه. نشستن روی این پول میگه ولش کن، بده اینجا، بده اونجا، بده به این، بده به اون، هر جا دادی بده، ولش کن. چون ببین وقتی شما کار میکنین $100 پول در میارین، با عرقت، با قدرتت داری کار میکنی، $100 پول در میاری، اون $100 رو قدرشو داری. ولی یه پول مفت یه دفعه $10,000 بیاد توی دستت، نه کار کردی برایش، همینجوری مفت اومد، خب میگی مفت دیگه، حالا مفت میدی، اینی میدی، $500 به اون میدی، $200 به این میدی، $100 به اون میدی، میگی مفت دیگه اومد، حالا 5,000 تاشی میدم، 5,000 تام برای خودم میمونه. چون برای کی؟ برایش عرق نریختی، زجر نکشیدی برایش تا بفهمی که واقعا این پول چجوری در اومده. این که لاتاری میبرن اینجا میلیونر میشن، مثلا لاتاری میبرن مرگه $500 میلیون، $100 میلیون، $20 میلیون، قدر این پول نداره که. آقا از اون ساعت میره برای خودش ماشین آخرین مدل میخره، نمیدونم میره تو کابارا، میره تو کازیونه ها، کازیون میره، نمیدونم همینجوری برای خودش پول خرج میکنه، اینجا اونجا میره، لاس وگاس همه رو پول میبازه، آخره میبینی بدبخت و بیچاره شده. چون پولی که اومده دستش قدر این پول نمیدونه، چون هیچ عرقی بابت این نریخت، هیچ کاری بابت این نکرده. اینه که از 100 نفر شاید 1 نفر 2 نفر فکرشون خوب کار میکنه که این پولو یه سعی میکنن که به بیزنس بزنن، سعی میکنن به 4 نفر کمک بکنن، یا یه جوری پولو نگه دارن. بلد 98% همه از بین میره، زندگی هاشون پاشیده میشه. میبینی مثلا قبل از اینکه پول بیاد زندگی هاشون خیلی عالیه، وقتی پولی که میاد پول زیادی رو میبینن، هدوه دیده زندگی به هم خورده، خانومه از آقای بدش میاد، آقای از خانومه بدش میاد، آقای فیلش رای هندوستان شده، عوض هندوستان کرده، او یکی عوض نمیدونم ترکمنستان کرده، هر کی یه چیزی میزنه، بعدا آخرش میبینی زندگیشون به هم خورده. اون زندگی که اول داشتن، ای کاش این پول نمیومد آقا توی حساب ما. عیسی ما اومد، زن رفت، مرد رفت، بچه برای خودش داره بزرگ میشه، معلوم نیست چی باید بشه. اینه وقتی اینا هم الان هستن، به خاطر همون دلم درگیره وقتی دریای خزرم رفت، برای اینکه کار اینا نمی کنن که مفت نشستن پول دارن میخورن. به ما میگن آقا سیاسی زیاد صحبت نکن. آقا سیما چی؟ هر چی تو شما تو ایران هر جوری پیچ بخورین، حرف بزنین سیاسی میشه. هر جوری پیچ بخورین. از چی باید بگین؟ از چی؟ یکی از اینا رو، یه دونه خوبی رو به ما بگین. بگی آقا این خوبی رو اینا دارن مثلا. خود باور بکن خودشون هم دارن زندگی نمیکنن. خودشون هم با ترس و لرز دارن زندگی میکنن. 4 قدم راه نمیتونن برن، تو خیابون نمیتونن بیان، مثل من آزاد بیان بگردن، یا مثل شما آزاد بیان تو خیابونا بگردن، نه، خودشون هم با ترس و لرز سایهشون میترسن. این زندگی ارزش داره؟ دو روز دنیا آدم این زندگی رو بسن بترسه، داغون بشه، کی چی بشه؟ حالا آقا فسن فیگونی شاپور اینجا نشسته، لس آنجلس هم مال من، چی میخوام بکنم این لس آنجلسه؟ این همه پول و این همه چی میخوام بکنم؟ مگه من یه خونه میخوام، یه ماشین میخوام، یه کار، یه پول که مثلا $5,000 $7,000 بیاد توی حسابم، مگه بیشتر از این میخوام که زندگیم بچرخه فقط؟ همین. یا یه نفر تو ایران مثلا الان دیگه
فقر شده 4 میلیون. یه نفر اگه 8 میلیون 10 میلیون داشته باشه، یه ماشین داشته باشه، خونم از خودش داشته باشه، خود دیگه چیزی نمیخواد که. زندگیم اینقدر سریع مثل برق داره میره، میبینی آقا شدی 80-90 سال مردی رفت، تموم شد، خدا بیامرزه. اینه که ما با تمام دولت مردان دنیا اینجوری هست. شما نگاه اردوغان نگاه بکنین الان، من میگم اردوغان، اردوغان شما نگاه بکنین، مثلا الان مثلا فیلش هوای هندوستان کرده. عثمانی ها اون موقع اومده بودن فرات گرفته بودن، نمیدونم رفته بودن تا اروپا، اینم الان حکومت عثمانی رو میخواد دوباره ببره جلو. بابا دنیا چه ارزشی داره تو بزنی 4 نفر بکشی، 10 نفر 3 نفر آواره بکنی، 10 میلیون آواره بشه که چی بشن آخه؟ ترکیه خیلی سری رفته بالا، موقعی که ما انقلاب کردیم اینقدر جنس به ما دادن، اینقدر بیزنس از طرف ما گرفتن که ترکیه رشدش خیلی خوب بود. یه اردوغان اولا اومد بود رشد اقتصادیش خیلی خوب بود، بعدا دوباره اینجوری فیلش هوای هندوستان کرد، گفت آله منم بزبزه ها دو شاخ دارم در هوا. اینه وقتی قدرت میرسن خودشونو گم میکنن، اول خوب را میان، بعدا یه دفعه خودشونو گم میکنن. همشونه از اون پایه بگیر تا بالاش. شما مثلا میبینی یه نفر یه کارگر یه جا کار میکنه، کارگر خیلی خوبیه، کارم خوب میکنه، اول میاد مثلا کارگری میکنه معمولی، بعد میاد ایواجه سرپرست کارگرا میشه، بعد ایواجه بعد میاد منیجر میشه، بعد میاد سوپروایزر میشه، بعد اون موقع نگاه کن چیکار داره میکنه. اون موقع که سوپروایزر شد یا منیجر شد باید خودشو نگاه بکنه که چیکار میکنه، چجوری عمل میکنه. اجتماعی ما الان همین جوریه، مردم ما همه دولت از بس که این کارا رو کرده، یا مردم ما ایده بسیارشون 80%شون شاد همینجوری ریاکاری، غالطاق بازی، نمیدونم جیب همدیگره بزنن، حرف همدیگره نخورن، یه حرف بزنن علکی حرف بزنن، قول بدن علکی قول بدن. چه ارزش داره این زندگی؟ تو ما میخوای با دزد و کلک و ریا میخوای زندگی تو بگذرونی؟ اینا بالاخره رو میشه، همه چیز اینا رو میشه. نمیتونی با این چیزا زندگی تو پیش ببری. زن الان مثلا میبینی زنای از یه چیزای آدم از ایران میشنوه که خدایش من اون موقع ایران بودم اینجوری نبود. مثلا زن مثلا 60 ساله میاد با جوون مثلا 25 ساله 20 ساله رفیق میشه، چون زن پول داره، پسرم که بیکاره، میاد با اون دوست پسر دوست دختر میشه. آخه یه چیزی باید به فیل فنجون که نمیشه که یه 60 ساله یه مثلا 20 ساله، یا مثلا یه نرغور 67 ساله میاد با یه دختر 9 ساله ازدواج میکنه. آخه این واقعا آدم دیگه سیغه میکنن، فحشاست ولی سیغه میکنن، میگن قانونیه. خب شما جامعه رو یه جوری بردین که به اینقدر به انحراف بردین که همه این مردم دارن انحراف را میرن، هیچ کس راست را نمیره. مرد میگه که آقا من دلم میخواد، خیلی از زنگ میزنم میگه آقا من دلم میخواد خوب زندگی بکنم، من دلم میخواد سالم زندگی بکنم، من دلم میخواد دروغ نگم. ولی وقتی دروغ نمیگی سالم زندگی میکنی روز به روز میخوره تو سرت. ولی من بهت قول میدم هموطن من، وقتی تو سالم زندگی بکنی با خدای حقیقی را بری، خدا نمیذاره حقت هیچ وقت پایمال بشه. نه این خدای چیز، یه خدای حقیقی واقعا خدا رو بدن پرستش بکنیم، خدای واقعی رو پرستش بکنیم، نه بریم بت پرستی بکنیم. خدا نمیذاره، از حق دفاع میکنه، خدا نمیذاره تو یک روز در بمونی. الان جامعه ایران اینجوری شده، همه به هم کلک، دروغ، ریاکاری. یا مثلا مرده مثلا توی خونه
حقوقش اینقدر نمیرسه که مثلا مبل و تجملات بخره بیزاره، به خاطر چشم هم چشمی میره مثلا میخره روی قرض میره، بعدا روی اون قرض نابود میشه. آقا مردم که زندگی تو رو راه نمیبرن که، خودت باید زندگی خودت راه ببری، خودت باید بدونی چی میخوای در زندگی، باید خودت باشی، تو نمیتونی کسی دیگر باشی. من که اینجا هستم من نمیتونم خودم جای ترامپ بذارم یا جای یه رئیس جمهور دیگه بذارم، من خودمم شاپورم. هر کس باید در جایگاه خودش باشه. وقتی جایگاه من نمیدونم میرم تو زندگی میفتم، تو زندگی داغون میشم، بعدم میزنم تو سرم میگم وای خاک به سرم شد خدایا چی بکنم. بابا از اولی داری راه میری یک لقمه کمتر بخور بتونی خودتو نگه داری. چشم هم چشمی رو ولش کنی. تو جامعه ایران الان چشم هم چشمیه که مردم دارن نابود میکنه. نگاه کردن به همدیگر و افتادن خیلی سریع در زندگی، نابود شدن، مافیا بازیه تو ایران الان. ما باید یه ذره به خودمون نگاه بکنیم، یه ذره. من نمیدونم، من نمیتونم تکلیف تعیین بکنم بگم آقا همه بیاین بیرون الان این رژیم بیندازیم. من نمیتونم این تکلیفی تعیین بکنم برای شما. شما خودتون توی این جامعه دارین زندگی میکنین، میبینین آقا سخته. تو امریکا اروپا اینجوریه، اگه یک نفر قانونگذار یه قانون اشتباهی بذاره یا قانون عمل نکنه، مردم میان بیرون میگن تظاهرات میکنن، میگن آقا چرا این قانونو شما عمل نمیکنین، یا برعکسش داری عمل میکنی. ولی تو ایران نه، مردم حقوق نگرفته 6 ماه. آقا 6 ماه کسی حقوق نگیره چجوری باید زندگی بکنه؟ خود اون کسی که رأس دولت نشسته، تا اگه خود 6 ماه پول تو دستش نیاد نتونه برای زن بچهش خرج بکنه، جنس بخره، ببره غذا ببره، خودشی بذاره جای اون یه نفر دیگه که 6 ماه بهش حقوق ندادن. یا ماشین سازی های ایران مثلا مثل پراید میخوای خودکشی بکنی، 40 میلیون تومن پولتو بده خودکشی هم برو با اون بکن. ما مردم سوء استفاده گریم تو این کمپانیا ماشین سازی، مثلا سوء استفاده گرن، چیزهای ایمنی رو نمیذارن، پولش میگیرن ولی چیزهای ایمنی رو نمیذارن، کارشون رو درست انجام نمیدن، کرم نمیکنن که آقا مرد این ماشین میشینه میره تصادف میکنه میبره. آقا اون روز یه دونه موتوری زده بود به ماشین پراید، پشت ماشین پراید، ماشین پراید دولا شده بود، یه موتور. فکر میکنی مثلا یه کامیون زده به ماشینه. آقا چرا با حلب درست شده مگه؟ بعد چجوری موری استاندارد میزنین شما روش؟ این جامعه که ما داریم یه ذره خودمونم باید خودمون رو درست بکنیم، یک ذره باید خودمون در فکر خودمون باشیم. اینجوری نیست که وقتی شما در فکر خودتون نیستین دولت هم میگه اینا که در فکر خودشون نیست، ما هم هر کاری دلمون بخواد میکنیم، حق شما هم نمیدن. اگه میخوایم پیروز بشین اینجوری نیست. نمیدونم 100 نفر اونجا بیاد، 1000 نفر اینجا بیاد، دیدارن یه قانون آقا اجرا نکردن، دولت مثلا کار خوب نمیکنه، 50 میلیون آدم میان میگه آقا این آقای دولت توی این شما دارین راه میرین راه اشتباه داری میری، باعث این حق حقوق ما رو بدی. ولی 50 میلیون 40 میلیون آدم باید بیاد بیرون، نه اینجوری با 1000 نفر 2000 نفر 1 میلیون نفر هم نمیشه. مردی امروز مثلا گرفتاری داره میگه این گرفتاری که من ندارم که، اون همسایه‌م گرفتاری، ولش کن. آقا ولش کن چیه؟ اونم همسایه‌ت، اونم هموطنته، چی رو ولش کن؟ فردا خودت هم این گرفتاری داری، باید دست تو دست هم میگه کمک بکنین به هم دیگه. در شرایطی از اینکه مردم شما احتیاج دارین به هم دیگه رو، شما بایستی احتیاج دارین متحد بشین که درد همه شما یکیه.
به همه شما از هر طرف داره زور میاد. ما میشینیم ماورا رو نگاه میکنیم، میبینیم مردم دنیا چی خوب دارن زندگی میکنن. خود چجوری خوب زندگی میکنن؟ حقشون رو میگیرن، کسی نمیتونه حقشون رو پایمال بکنه. در اینجا توی امریکا هیچ دولت نمیتونه حق کسی رو پایمال بکنه. میاد بیرون اعتراض میکنه، اعتراض میمیسه، نمیدونم وکیل میگیره. میدونم الان میگین که آقا تو ایران قانون نداره. خب قانون نداره چی باید بکنن اینا؟ همینجوری بایدن بیقانونی؟ میره جلو قاضی، قاضی از یه نفر دیگه پول میگیره، محکومه و میکنه غیر محکوم، میگه گناهکار نیست. همیش چیز در رابطه با پوله. جامعه که همه چیزو در پول نگاه میکنه سریع هم سقوط میکنه، میفته. میدونی همه اینا چیه؟ همه اینا این زرق برق این دنیاست. شیطان کارش اینه که زندگی های همه ای ما رو به هم بزنه. کار شیطان چون خودش سقوط کرده، دوست داره که انسانایی که خدا آفریده به زندگی خوب میخوان بکنن، دوست داره زندگی های همه رو به هم بزنه. چون خودش میدونه که از همین حالا محکومه. به خاطر این زرق برق دنیا رو اینقدر زیاد میکنه، اینقدر گول میزنه ما رو که همیشه تو مغز ما داره یه کاری انجام میده. وسوسه هر لحظه میاد. مثلا میگی آقای مثلا یه میلیون پول داره، ولش کن الان 100,000 تا من بردارم. چی نیست، چیزی نیست که. این وسوسه که شیطان میاره برای ما. همینجوری این ستا یواش میشه میره بزرگتر میشی، یه میشه یه دزد ماهر. بعد میبینی زندگی نه خوب داره پیش میره، داغون داره میشی در زندگی، چون از راه خلاف داری میری، چون راه درست داری نمیری. شما میبینین مثلا 100,000 نفر یک راه رو دارن میرن، یه دفعه میبینی مثلا 5,000 نفر یه راه دیگه میرن. اونا با خدا دارن راه میرن و میدونن این راه انتهاش خوبه، ولی اون را انتهایی نداره. انتهایش میفتی توی گرفتاری و بدبختی. چون 100,000 نفر دارن اونور میرن، من دیگه به اون 5,000 نفر نگاه نمیکنم. میگم این 100,000 نفر حتما بیشتر از اون 5,000 نفر میدونن که میرن دارن خوبم میرن، من بس پشت سر اینا میرم. نه بابا، همیشه این نیست که یه نفر مثلا 100,000 جمعیت داره میره، گله معذره میخوام گله گوسفند و گاوم هم همینجوری میرن، سرشون میندازن میرن. بس رای خوب دارن میرن. اگه اون شبانش، اون چوپانش اگه اینو راهنمایی نکنه نمیتونه بره. ما هم راهنمای ما خداست. خدا یه راهایی برای ما گذاشته، میگه شما فرزندان منین. انسان ها فرزندان این خدا هستن، نه غلامان این خدا، نه کنیزان این خدا. نه، خدا میگه شما فرزندان منین، میخوام بهترین زندگی رو داشته باشین. به خاطر همون راه رو بهتونش میگه آقا این راه رو بهتم نمیگه خوشی نکن، بیزنس رای حلال نرو. نه، بیزنس بکن، پول در بیار، خوشی بکن. به نمیگه، نمیزنه تو سرت. این قانونای عصر حجری از این دینهای کاذب میاد بیرون. بلا خود خدا هیچ وقت زور به این نمیگه. خدا ما همه ما را آزاد آفریده و ما آزادیم در زندگی. اینی که یه پدر مادر یه فرزندی که دنیا میاره که تو سرش نمیزنه دقیقه به دقیقه که پسر یا دختر من تو رو میگم این کار بکن باید نکنه. نه، میگه بابا تو عقل داری، شعور داری، تو راهنمایی میکنه، میگه این راست، این چاست، این راهنمایی تو رو میکنه، میگه اینجوری حالا بری به نفع توه. خدام همینه، به نفع ما صحبت میکنه. نمیگه گردن تو رو بزنم، نمیگه سر تو ببرم، نمیگه که اون بدبخت دستش رو ببرم. نه، ما
آب اینا گلالود میکنن که مایه بگیرن. همه این نمیدونم شریعتی که میذارن، میخوان با این شریعت پول در بیارن، میخوان تو سر ما بزنن روی این شریعت. ولی عیسی مسیح اومد این شریعت ها رو ورداشت، با خاخام های 2000 سال پیش هم خیلی صحبت میکرد در رابطه با همین که شما این شریعتی میخواییم بزنید تو سر مردم که مردم زندگی خوبی نداشته باشن. میخوام درس شروع بکنم ولی نمیخوام که نصف کاره بشه. اگه یاسر جان اگه وقت میکنه الان بذاره سرود من، بعد بیام بهتون درس شروع بکنم. اسما میگم سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ از آن خداوند ما است، سردار سپاه ما عیسی، او خدای جنگ از آن خداوند ما است.
میخوام نگاه کنی به مشکلت، میخوام نگاه کنی چشم تو چشم تو چشم شیطان. این بزرگترین کاریه که تو قراره بکنی و با پیروزی و اقتدار بگی جنگ از آن خداوند ما است. نگاه کن بهش، نگاه کن چشم تو چشم، جنگ از آن. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، امیدوارم که هر جا هستین به ما رو میبینین چایی جلوتون باشه، بشینین برنامه رو نگاه بکنین، از کلام خداوند گوش بدین تا کلام خداوند زندگی های ما رو عوض بکنه، به ما بگه که شریعت نمیتونه زندگی ما رو به پیش ببره، شریعت همیشه قیدبند داره، گردن ما رو مثل یوغ میگیره و نمیذاره که ما دست پای ما نیست که میبنده، نمیذاره ما اونطوری که میخوایم زندگی بکنیم زندگی بکنیم. شریعت معمولا کارش همینه، ولی عیسی مسیح اومد شریعت رو زد کنار و با خاخاما خیلی صحبت میکرد، اون موقع همیشه داشت به اینا تعلیم میداد ولی اونا قبول نمیکردن چون میخواستن مقام خودشونو بالاتر از همه چی میدیدن، چون شریعت وقتی کنار بیذاری دیگه مقام اون هیچ به درد نمیخوره، دیگه کاری به اون نداری، چون با خداوند را میری، با خود پدر خدای پدر داری را میری. و ناراحت این نباشین خدا را پدر بدونین، خدا پدر همه انسان هاست، چون آفریدگار همه ای ماست. مگه همه شما قبول ندارین خدا شما را آفرید؟ بس پدر ماست، از این پدر پر از عشق، پر از رحمت، پر از فیض، هر چیزی دوست داری باهاش صحبت بکن، مثل دوتا رفیق چجوری با هم صحبت میکنن، درد دل میکنن، با همین خدا همینجوری صحبت بکن. بگو خدای من تو رو نمیشناسم واقعا، واقعا من تا حالا اون خدایی که منو آفریدی میخوام تو رو بشناسم، بیا تو زندگی من، منو راهنمایی بکن خداوند. اینقدر دیگه به این بتو، به اون بتو، به این بارگاه و به اون بارگاه رفتم، خسته شدم، چون ما همیشه تو بیرایه ایم، ما تو رای اصلی نیستیم. من امروز میخوام از رومیان ده، از انجیل عیسی مسیح، از رومیان ده براتون بخونم که میگه گمراهی قوم، همین که از شریعت که گمراه میشن، وقتی شریعت ما رو همیشه به گمراهی میبره. چرا؟ چون شما فکر بکنین که 100 تا قانون در رانندگی دارین، شما 2 تا قانون رو مثلا تخطی میکنین ازش، این 2 تا قانون رو وقتی تخطی میکنین جریمه میگیرین، میگه آقا من 98 تا رو که خوب رفتم، که میگه بله 98 تا رو خوب رفتی، وقتی این 2 تا رو نرفتی در بابت همین 2 تا جریمه میشی. قانون خدا هم همینه، خداوند راه رو برات گذاشته، آزادی رو برات گذاشته، تو رو آزاد آفریده. هیچ کس با دین به دنیا نمیاد، هیچ کسی، همه انسان دنیا میان، ما همه انسان دنیا اومدیم. حالا یکی دست میگه آقا یک انفجاری شده، نمیدونم همه ما تکامل پیدا کردیم، میمون بودیم بعد اینجا، بنده میمون نبودم، بعد تکامل پیدا کردم، میدونم خدا من آفریده، از نسل انسانم، اون چیزی که خدا آفریده. اونا همه فرضیه، علم عالیه، ولی تا الان نتونستن همون فرضیه خودشونو عملی بکنم، بگم واقعا همین جوریه، نمیتونن رد بکنن. میگه اشیای نبی درباره یهودیان میگوید که حتی اگر قوم اسرائیل به اندازه دانه های شن کنار دریا زیاد باشن، فقط تعداد کمی از آنها نجات خواهند یافت. اون که قوم خداست، این که انتخاب شده قوم خداست، این که خدا این قوم انتخاب کرده، قومی که هیچی نمیدونستن، اصلا در زندگی میکردن، هیچ قانونی نداشتن، خدا اینا رو انتخاب کرد. الان این که انتخاب شده است، میگه ایده کمی به خدا میرسن. واقعا هم عیسی مسیح هم میگه ایده بسیاری به خدا ایمان میارن، ولی ایده کمی هست که به بهشت و خدا را پیدا میکنن، چون اعمال ما نشان دهنده هم زندگی ماست، هم نشان دهنده آینده و اون دنیای ماست. که خدا هر اعمالی که اینجا انجام بدی، مثل فیلم
برات نشون میده. من یک روز 15-17 سال پیش به عیسی مسیح ایمان آوردم، 5-6 سال چون مسلمون بودم همون کارهای خودمو میکردم، گفتم مثلا دروغ و مصلحتی بگو، نمیدونم فلان کاری یک دونه اشتباهی کوچک بگو، هم نداره. ولی این نیست، تو باید صاف صاف باشی. یه شب من زانو زدم گفتم خدایا من مسیحی شدم ولی از مسیحی چیزی نمیدونم، من باز همون رای شریعتی دارم میرم، همون کارا رو میکنم، دروغ و مصلحتی و فلان. و زانو زدم دعا کردم، خوابیدم، خواب دیدم که قیامت شده در آسمانم، خداوند روی تخت پادشاهی خودش نشسته پر از نور، من فقط نور میتونم ببینم. نوبت رسید به من، اومدم جلو، دیدم یه رول 50 سانت مثلا در 50 متر برام انداخت، گفت اینا همه گناه های توه. گفتم بس خداوند، من بس به بهشت تو راه ندارم. خداوند یک لیوان شراب ورداشت ریخ، گفت این خون عیسی مسیح روی گناهانم ریخ، گفت به خون عیسی مسیح بخشیده شدی. من وقتی بلند شدم، زانو زدم، دعا کردم، از اون ساعت خادم خداوند شدم. دیگه دروغ و مصلحتی نداریم، آره من آره، نه من نه، کلک زدم به کسی ندارم، یعنی برای با کلک دروغ و ریاکاری و کلک بزنم، نه. شما دیگه این کارها رو نمی کنین، یه آیه انسان میشین، یه انسان معمولی که زندگی معمولی داره، به کسی دروغ نمیگه، ریاکاری نمیکنه، دروغ و مصلحتی نمیگه، نمیدونم زیر پای کسی رو خالی نمیکنه. اینجوری راه میرین. این انجیل وقتی میخونی شما رو یک انسان میکنه، یک انسانی که هستین، انسان واقعی که دیگه با همه دوست میشین، نمیذارین دل کسی رو در بیاره. اگه با یه نفر نزایم کردین، یه دادی کردین، میرین ازش معذرت میخواین، اصلا نمیخواین با کسی داد و فریاد بکنین، میخواین همیشه با محبت با انسان ها زندگی بکنین. میگه گمراهی قوم، از 10 میخونم، از آخرای 9 بعد برم 10. میگه بنابراین چی نتیجه میگیریم؟ میتوان چنین نتیجه گرفت که خدا فرصتی عالی را در اختیار غیر یهودیان قرار داده است. مثل من مسلمان، کسی مثلا بهایی یا نمیدونم بیدین یا هر کسی باشه، غیر یهودیان فرصتی خداوند برای ما گذاشت که ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح، به خدای پدر پرستش بکنیم، خدای واقعی رو، که بتونیم با این خدا زندگی ما تبدیل بشه به آرامشی که میخوایم در زندگی داشته باشیم، بیاد در زندگی ما. میگی ایشان با اینکه در گذشته در جستجوی خدا نبودن، مثلا ما یا مثلا اون موقع یونانی ها همیشه از فلسفه و نمیدونم فلان چیز میگفتن، تا چیز واقعی نبود مثلا قبول نمیکردن، تحقیقات کامل میکردن. شما برین تحقیق بکنین، هم دین خودتون رو بخونین، هم انجیل بخونین، ببینین تعلیمات رو بخونین، ببینین چی تعلیمی داده، آیا زندگیت عوض میکنه این کتاب یا نه. اگه زندگیتو عوض نمیکنه خب الش کن، اگه ولی واقعا زندگیتو عوض میکنه با خوندن این کتاب، همین راه رو برو که زندگی سالم داشته باشی، زندگی شاد داشته باشی، زندگی که حال بکنی باش. زندگی اینجا نیومدیم که دعوا بگیریم، تو سر هم دیگه بزنیم، جنگ بکنیم، وحشی بازی بکنیم، که اینجا اومدیم به انسان ها با هم زیست بکنن، همزیستی بکنن، با هم زندگی شاد در مقابل هم دیگه داشته باشن، در کنار هم دیگه داشته باشن. اما اکنون می تواند به وسیله ایمان بیگناه به حساب آیند و مورد قبول خدا قرار گیرند. ایمان به کی؟ ایمان به عیسی مسیح. شما میتونین عیسی مسیح، به عیسی مسیح ایمان بیارین و مورد قبول خدا شوین، چون خدا عیسی مسیح رو در جسم فرستاد، چون روی خدا بود، رویش رو در جسم فرستاد
که بتونه با من تو صحبت بکنه، مثل ما انسان بشه، مثل ما زندگی بکنه، مثل ما زج بکشه، ما رو درک بکنه، بفهمه. در جسم عیسی اومد که ما بتونیم تعلیم بده به ما، کتاب ما رو بفهمه و بتونه ما رو راهنمایی بکنه، بگه چجوری زندگی بکنه که زندگی ما عوض بشه. اما یهودیان با اینکه سخت میکوشن تا با رعایت احکام و قوانین مذهبی رضایت خدا را جلب کنن، موفق نشدن، چون شریعت منو به خدا نمیرسونه. میدونین چرا؟ چون نماز که دارم میخونم میبینم نمازم قضا شد، خراب شد، دوباره باید قضا بخونم، دوباره نمیدونم این اعمال کردم، مثلا وضو اینجوری گرفتم، عوض شد، باطل شد، اونجوری باید بگیرم، یا پای چپم میذارم تو مسترا برم، یا پای راست اول میذارم برم تو مسترا. اینا شریعت ما رو به خدا نمیرسونه. میگی به چی دلیل؟ میگی به این دلیل که به ایمان تکیه نمی کردن، بلکه میخواستن از رای رعایت احکام شریعت و انجام اعمال نیک در نظر خدا پاک و بیگناه جلوه کنن. خب شما که شریعتی میخواه، اینی همین قانون رانندگی که به شما گفتم، 100 تا قانون شما 98 تاشو داری میرین، 2 تاشو خلاف کردین، اون 98 تا هم باطل میکنه، جریمه میشین، دیگه نگاه نمیکنه که 98 تا رو شما سالم رفتین، 98 تا قانون رو واقعا زیر پا نذاشتین. یکی جو وقتی خطا بکنی، تخطی ازش بکنی، یعنی قانون، همه قانون شکندی. به خاطر همون عیسی مسیح اومد که این قانونا رو برداره و نیومد اینا رو باطل کنه مال یهودیانه، بلکه تکمیلش کرد. دید که من هر چی زور میزنم با شریعت نمیتونم به خدا برسم. یه روز نمازم قضا میشه، یه روز نمیدونم بایستی 30,000 تا تسبیح بزنم، یه روز بایستی من نمیدونم فلان کار بگونم که وقت ندارم مثلا این کار بگونم، بس به خدا نرسیدم، بس تخطی از قانون کردم. شریعت ما رو به خدا نمیرسونه، رای جدید به ما داره نشون میده خداوند. میگه به همین سبب نیز با آن سنگ بزرگ لغزش برخور نموده افتادن. همین شریعت وقتی لغزش بکنی میفتی، قانون اجرا نکنی، یعنی میشه که محکومی. خدا نیز در این باره در کتاب آسمانی به ایشان اخطار فرموده و گفته بود بر سر رای قوم یهود سنگی گذاردم که بسیار با هم برخوردن خواهند لغزید. منظور از سنگ در اینجا عیسی مسیح است. عیسی مسیح وقتی میاد تعلیم میده به اینا، به شریعت اینا نمیخورد، اینا هی بر میخوردن، میخواستن شریعت اجرا میکنن، بر میخوردن به این احکام، به این تعلیمات عیسی مسیح. میدیدن که عیسی مسیح درست میگه، چون مقام داشتن نمیخواستن از مقامشون بیفتن، با عیسی مسیح کلکل میکردن. اما کسانی که به او ایمان آوردن هرگز پشیمان و شرمسار نخواهند شد. خدا میگه که هر کی به عیسی مسیح رو قبول کرد، خدای پدر ما عیسی مسیح رو فرستاد که ما زندگی راحت‌تر و زندگی آسان‌تر رو با آرامش داشته باشیم. قانونی برای ما نیاورد خداوند. عیسی مسیح ما رو تعلیم داد که ما تو زندگی خیلی راحت هم با خدا میتونیم صحبت بکنیم، رفیق بشیم، هم میتونیم بهشت ما رو تضمین بکنیم. دیگه من نمیرم توی این بوتا یا توی این بوتخونا برم زجه بکشم، ناله بکنم، یا برم مثلا خودمو سگ بکنم، این کارها رو دیگه نمی کنیم ما. میگه برادران عزیز، آرزوی قلبی و دعای من برای یهودیان این است که ایشان نجات یابن. اون موقع پولس میگفت که من، خود پولس یک یهودی باسواد بود، یه دونه از اون بالاها بود، یه مقام بالا داشت، ولی دشمن این مسیحیت بود. بعد وقتی عیسی مسیح ملاقات میکنه با این پولس، بهش میگه که چرا دشمن منی؟ ملاقات میکنه، این تبدیل میشه،
تعلیم میده بهش هر روز خداوند. این تبدیل میشه، بعد میاد دوست میشه به کلی، همه جا میره. اون موقع میدونه که رفتن به این بر اون بر چقدر مشکل بود. بشارت عیسی مسیر میده و مردم نجات پیدا میکنن. من میدانم که آنها در دل خود چه غیرت و احترامی برای خدا دارن، چون یهودیان خداپرست بودن، واقعا غیرت عجیبی برای خدا یهوه داشتن. برای اون میجنگیدن حتی که یهوه رو پرستش بکنن، خداپرست بودن. ولی چون شریعت بود، شریعت همیشه یک سنگ جلوی پای آدم. وقتی این سنگ ورداری، خداوند اومد، عیسی مسیح اومد این سنگ ورداشت که ما راحت را بریم. اما این غیرت و احترام را از روی درک و شناخت صحیح نیست. وقتی من عیسی مسیح به اینا تعلیم داره میده، میگه آقا تو اینقدر سنگدلی، وقتی زن تو مثلا اگه زنا کرد، گفت چون موسی گفته اگه زنی که زنا کرد طلاق بدی، چون اینقدر سنگدلی بهت گفت طلاق بده. ولی عیسی مسیح گفت که اگر میتونی ببخشش، حتی برای دشمن خودت دعا بکن ببخشش که اون زن دوباره به تو بیاد، به زندگی خوب داشته باشیم با هم. ایشان درک نمی کنند که مسیح جانش را فدا کرد تا آنان در حضور خدا بیگناه به حساب آیند، بیگناه سازد آنها را. چرا؟ عیسی مسیح را بالای صلیب این همه زجر و شکنجه دید، با خون خودش گناه من و شما را پاک کرد. رهبری بود که رب بالا جان خودش برای من و شما داد که ما دیگه نریم به خروس سر بزنیم، بریم گوسفند سر بزنیم، بریم به این امامزاده، بریم به اون دست راز بکنیم. نه، رای خداپرستی رو آورد. خیلی عادی میتونی خدا رو پرستش بکنی، حرف بزنی مثل یک رفیق، مثل یک پدر. در عوض میکوشم با تا با رعایت احکام و رسوم شریعت با آن درجه از پاکی برسن که در نظر خدا بیگناه جلوه کنن. باز میخوره همین قانون رانندگی یا قانونهای دیگر. شما 3 تا قانون، 2 تا رو شکنی، همه قانون شکنی، نمیتونی با شریعت. نمیتونی امروز مریضی مثلا نمیتونی نماز بکنی، امروز مریضی نمیتونی فلان بکنی، شریعت تخطی میکنی از شریعت، بس قانون زیر پا گذاشتی. اما این آن رای نیست که خدا برای نجات انسانات در نظر گرفته است. خدا نمیخواد که ما ریاضت بکشیم. مثلا میگه آقا اینه نخور نجسه، اونو بخور حلاله. و یکی عیسی مسیح اومد اینه آزاد کرد، گفت آقا با خوردن کسی نجس نمیشه، با خوردن کسی نمیدونم این نجس آقا خوردم به خدا نرسیدم، این چیزا نیست. میگه اینه که میخوری میره تو معده دفع میشه. این افکار تو رو بایستی درست بکنی که افکارت پاک باشه که سالم زندگی میکنی، تو رو نجس نکنه. فقط افکار تو رو نجس میکنه. مثلا با این چشم یه زن و یه دختر به عنوان شهوت نگاه بکنی، با اون زنا کردی، میگه همون لحظه. ایشان متوجه نیستن که عیسی مسیح همه کسانی را که به او ایمان آوردن در نظر خدا پاک و بیگناه میسازد، یعنی همان چیزی که ایشان سعی میکنن با رعایت شریعت و احکام به دست آورن. عیسی مسیح به همه این راه‌های پایان، به همه این راه‌ها پایان بخشیده. همین یه دونه الان مثال زدم، خوردن یا افکار. میگه یک مثل یک انسان زندگی بکن. خدا میگه دعا میکنی برای کسی بدی نمیخوای، با کسی دعوا نمیگیری، برای همه دعا میکنی. حتی کسی اگه میگه سیلی زد به صورتت، اون طرف هم بیار بزن. نه میسه مثلا بره باش که هرچی تو سرت میزنن، نه، میگه هوشیار باش، با هوشیاری کار بکن، نه کلک دروغ بزنی. وقتی صاف میگه باشی، دیگرانم با تو صاف رفتار میکنن. اگه یه نفرم 2 بار کلک زد، دید تو کلک نمیزنی، خودش خجالت میکشه.
دوباره بر میگرده به تو میگه وای این آدم به این خوبی من نمیخوام اصلا به این کلک بزنم. آدمی که میخواد بهت کلک بزنه میبینه تو که سالمی ریاکار نیستی، سعی میکنه که همیشه با تو خوب باشه، با تو همونجوری رفتار بکنه که تو رفتار میکنی. درباره بیگونا به حساب آمدن و آمرزش از راه شریعت موسی فرمود که شخص در صورتی ممکن است بخشیده شود و بیگونا به حساب آید که بتواند کاملا خوب باشد و در سراسر زندگیش در مقابل وسوسه ها مقاومت کند و حتی یک بار هم گناه نکند. مگه میشه شما گناه نکنین؟ غیر ممکنه یه آدم گناه نکنه. بالاخره دروغ گفته، یه بار ریاکاری کرده، یه بار سر کسی رو کلاه گذاشته، یه زنی که زنا کرده بود آوردن پیش عیسی مسیح، گفتن عیسی مسیح شما بگین استاد این زن زنا کرده، با این چی رفتار بکنیم؟ شما چی دستور میدین؟ میخواستم مثلا با اون حرکات خودشون عیسی مسیح رو به دام بیندازه. عیسی مسیح سرش پایین انداخت، چنگلی می نوشت، برگشت گفت هر کسی تا حال هیچ گناهی نکرده اولین سنگ بزنه به این زن. همه دیدن واقعا این وجدان داشتن، همه دیدن خودشون گناهکارن، گناه کردن، بالاخره یک بار باشه گناه کردن، سنگار یه دونه یه دونه انداختن رفتن. بالاخره همه گناه میکنن، نمیشه یه نفر گناه نکنه. اما درباره نجاتی که به وسیله ایمان به دست می آید گفته شده است نیازی نیست که به آسمان صعود کنی و در آنجا مسیح را بیابی و او را فرود آوری تا به شما یاری دهد، و نیازی نیست که به میان مردگان بروی تا مسیح را زنده کنید، زیرا نجاتی که از راه ایمان به مسیح به دست می آید به آسانی در دسترس هر یک از ما قرار دارد، با اندازه قلب و زبان خودمان به ما نزدیک است. فقط ایمان میخواد. شما با ایمان قلبی خودتون، با این زبان خودتون اعتراف میکنین که گناهکارین، میگین که عیسی مسیح من گناهکارم، ایمان دارم که گناهکارم، ولی میدونم که تو رفتی روی صلیب خونتو ریختی به خاطر گناهان من که تا من پاک شم. فقط ایمان بیاری به همین و اعتراف بکنی میشه یک مسیحی و دیگه احتیاجی نداری که شریعت اجرا بکنی، هیچ به شریعت احتیاجی نداری، این قانون رو بری این کار رو بکنی اون کار رو بکنی، اوتوماتیکلی خودت توی رای اصلی میفتی، توی رای راست میفتی. همینی که چند لحظه قبل گفتم، وقتی تو با کسی ریاکاری نمیکنی، با کسی دروغ نمیگی، با کسی هیچ حرف نمیزنی، اون تو رو چیکار میکنه؟ با تو همون رفتاری میکنی که تو رفتار میکنی. دوبارم اگه باید بد رفتاری کرد چیکار میکنه؟ خودش خجالت میکشه. ما نیز درباره همین نجات موعظه میکنیم. در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت، زیرا به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد نجات خود را تایید می نماید. کتاب آسمانی نیز می فرماید هر که به عیسی مسیح ایمان داشته باشد هرگز ناامید نخواهد شد. هموطن من، امروز به این عیسی مسیح که نه شریعت برات آورد، نه گفت این کار رو بکن، نه گفت اینو بخور، نه گفت اون ریاضت بکش، ریاضت کشی نیست، خیلی ساده است، فقط قلب با قلب ایمان، با زبان اقرار میکنی که میگه ای عیسی مسیح من گناهکارم، امروز به قلب من وارد شو، من میدونم که تو برای گناهان من روی صلیب رفتی، به جان خودشو دادی تا من نجات پیدا بکنم. وقتی عیسی مسیح جان خودشو برای ما داد، ما کی هستیم که به مردم ظلم بکنیم، به مردم فشار بیاریم، ریاکاری بکنیم، سر مردم کلا بذاریم؟
ارزش زندگی اینقدر نیست که 80 سال 70 سال 40 سال 50 سال میخوای زندگی بکنی با ریاکاری زندگی بکنی. هم زندگی خودتو خراب میکنی، هم زندگی دیگران رو خراب میکنی. ما تو اجتماع به همدیگه احتیاج داریم، به احترام کردن همدیگر، نه خشک احترام بکنیم همدیگر رو، نه ساده، نه ریاکاری. به هر حال میگه وقت تموم شد، کارت زرد داد به ما تا قرمز نگرفته. خداحافظی بکنیم از شما، دوستتون دارم، واقعا خوشحالم که ما رو میبینین و از برنامه های ما استفاده میکنیم، ما کلام خدا رو میاریم برای شما تا زندگی شما عوض بشه. واقعا بشناسین که عیسی مسیح اومد برای نجات ما و زندگی بهتر. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر، بدرود، تا درودی دیگر، دوستتون دارم، مرسی.